سلام و درود به تمامی همراهان لذت داستان ما اینجا هر شب براتون یه اوسنه میخونیم فراموش نکن همین اول ویدیو رو لایک کن و اگر ما رو سابسکرایب نداری حتما همراهیمون کن تا هر شب شنونده یکی از زیباترین افسانه های ایران زمین باشی افسانه ای که امشب براتون میخونم از قصه های جادویی هست به اسم سبز علی سبز قبا ای برادر بد ندیده یکی بود یکی نبود یک پادشاهی بود سه تا دختر داشت این دخترها از حد شوهر کردن گذشته بودند و پادشاه آنها را شوهر نداده بود یکی از روزهای خدا سه تا دختر پس از آن که با هم مشورت کردند قلام بچه ای را صدا کردند و گفتند آی قلام بچه می روی از بوستان سه تا خربزه می چینی یکی از آنها گندیده باشد یکی نیمه گندیده و یکی هم وقت خوردنش باشد آنها را در سینی میگذاری سرپوش حریر بر سر آنها می کنی و به خدمت پادشاه می بری تا به تو جایزه بدهد. قلم بچه قبول کرد و به راه افتاد و از بوستان سه تا خربزه گندیده، نیمه گندیده و رسیده کند به روی سر گذاشت و برد پیش پادشاه. پادشاه گفت ای قلام چه تحفه ای آورده ای؟ قلام بچه گفت تحفه ای آوردم که خانوم دستور دادند. وقتی پادشاه سرپوش را برداشت بوی گندیدگی به دماغش خورد. فورا دستور داد که جلاد حاضر بشود و گردن غلام بچه را بزند. چرا که بوی بد به دماغ پادشاه رسنده بود. جلاد حاضر شد و غلام بچه را بر سفره چرمین نشاند. وزیر دست راست جلو آمد و تعظیم کرد و گفت ای پادشاه این کار معنی دارد مگر می شود. آخر غلام بچه را چرا بکشی؟ قاصد را به کشتن نیاوردند. باید بدانی معنی این تحفه چیست. پادشاه گفت پس به ای وزیر معنی این تحفه چیست؟ وزیر گفت آن خربوزهی که گندیده دختر بزرگت توست. میگوید بس که مرا شوهر نداده ای گندیدم. آن که نصفش گندیده دختر وسط است. میگوید من هم دارم مثل دختر بزرگ می شوم. آن که رسیده دختر کوچک است. میگوید اگر مرا به شوهر ندهی من هم مثل دوتای دیگر می شدم. پادشاه گفت ای وزیر حال باید چه کنیم؟ وزیر گفت قبله ی عالم باید به جار چی بگویید که جار بزند و مردم همه در بیرون دروازه جمع بشود. باز پران بکنیم. باز هر دختر بر سر هر مردی نشست شوهر او باشد. فردا جار زدند. هر کس حمام نرفته بود حمام رفت هر کس اصلاح نکرده بود اصلاح کرد هر کس لباس نداشت لباس دوخت هر کس نداشت به امانت گرفت و پوشید همه مردم در این بیابان خدا ریختند سه باز را به پرواز درآوردند باز دختر بزرگ گیج خورد و خورد رفت روی سر پسر وزیر دست راست نشست. باز دختر وسط نشست روی سر وزیر دست چپ. باز دختر کوچک که از همه بهتر بود، گیج خورد و خورد و رفت از سوراخ طویله داخل شد و نشست روی سر اسب پادشاه. پادشاه غضبناک شد. دستور داد که باز را از طویله بیرون آوردند. پای باز را به چوب بستند و کتک زدند و دوباره آن را به پرواز دادند. دو دفعه باز از همان سوراخ طویله داخل شد و روی سر اسب نشست. تا سه مرتبه باز را ول کردند و هر سه دفعه باز همانجا روی سر اسب پادشاه نشست. پادشاه که دیگر از غضب کبود شده بود، دستور داد دختر را بردند و در کنار اسب میان طویله گذاشتند. در را از پشت چفت کردند و رفتند. به دربان ها هم دستور داد که مراقب باشند دختر از طویله بیرون نیاید. بقیه درباریها درباری ها هم رفتند به جشن گرفتن برای دوتا دختر دیگر پادشاه. خوشحال و خندان بزن و برقص را شروع کردند. دختر کوچک که در استبل بود آنقدر گریه کرد. آنقدر گریه کرد تا اینکه دهنه از دهن اسب باز شد و اسب به سخن درآمد و گفت ای دختر تو مرا آتش زدی بس که گریه کردی به آن خدایی که تو و مرا خلق کرده بخت تو از همیان آن خواهرهایت خوبتر است من پسر پادشاه پریان هستم که در جلد اسب فرو رفتم من ملک محمد هستم که از مادر دیو و از پدر پری هستم چون مادرم خواست خواهرزاده خودش را به من بدهد از دست او به جلد اسب رفتم حال تا آنجا که خدا به تو قوت داده روی زمین خط بکش تا بدهم برای تو یک قصر حسابی بسازند. دختر سوار اسب شد و رفتند بیرون. نگهبانها که دختر پادشاه را سوار بر اسب دیدند، زبانشان بند آمد و چیزی نگفتند. وقتی به بیابان رسیدند، دختر از اسب پیاده شد. تا آنجا که خدا قوت و قدرت به او داده بود خط کشی کرد به یک چشم برهم زدن به دستور پری یک قصر از یک خشت طلا و یک خشت نقره درست کردند چه قصری مرتب و حسابی دختر و اسب به قصر رفتند پسر از جل بیرون آمد و خوش و خوشحال زندگی می کردند تا اینکه یک روز پادشاه می خواست به شکار برود زن و دخترهایش را هم همراه خود برده بود از شهر که بیرون آمدند دیدن یک قصری در نزدیکی آنها درست شده که تا به حال نبوده پرسیدن این قصر مال کیست؟ گفتند که این قصر مال ملک محمد است که داماد پادشاه شده است پادشاه گفت کدام پادشاه؟ و به او گفتند که جریان چیست؟ خلاصه به قصر داخل شدند و مادر و دختر با هم روبوسی کردند مادر پرسید چطور شد که باز تو روی سر اسب قرار گرفت و حالا تو صاحب چنین شوهری شده ای دختر با سادگی گفت این جوان همان اسب است که مادرش دیو و پدرش پریزاد است و از ترس این که مبادا دختر خالش را به او بدهند به آن صورت درآمده بود مادر گفت ای دختر از ملک محمد بپرس که پوستش با چه چیز می سوزد. تا پوست اسب را آتش بزنیم و دیگر نتواند به پوست اسب برود. شب که شد دختر از ملک محمد درباره پوستش پرسید. ملک محمد گفت ای نازنین هر کس این سال را از تو کرده با تو دشمنی داشته. اما بدان که پوست من با پوست پسته می سوزد. مادر دختر فردای آن روز بلافاصله مقدار زیادی پوست پسته فراهم کرد و پوست اسب را که بسیار سنگین بود کشان کشان آورد و روی آتش انداخت تا بوی کز پوست بلند شد و به دماغ ملک محمد خورد به صورت کبوتری درآمد به دختر گفت ای زن برو که من رفتم مگر هفت اسای پولادی و هفت کفش آهنی از بین ببری تا بلکه مرا پیدا کنی بال زد و پرید و رفت دختر شروع به گریه کردن و توی سر زدن کرد مادر و خواهرها به خانی خودشان رفتند و او تنها ماند دختر پس از گریه بسیار دستور داد یک دست لباس درویشی هفت اسای پولادی و هفت جفت کفش آهنی برایش درست کردند. در قلعه را بست و یا علی از تا مدد. رفت و رفت و رفت تا اینکه یک عصا شکست و یک کفش پاره شد. باز هم رفت و رفت و رفت تا یک عصا و یک جفت کفش دیگر را از بین برد. باز هم رفت تا اینکه که اصا و کفش هفتم را پوساند. صبح زود بود که به باقی رسید. تاریک و روشن بود. خسته بود. به درختی تکیه زد و نشست. دید که هوا کم کم دارد روشن می شود. یک نفر آدمیزاد از دور می آدمیزاد به دختر گفت آهای آقای درویش تو به شهر دیوها آمده ای چه کنی؟ الان دیوها از خواب بلند می شوند و تو را لقمه چپشان می کنند. دختر گفت اگر دیوها مرا میخورند پس چرا تو را نخوردند؟ گفت من کنیز ملک محمد هستم او نمیگذارد دیوها مرا بخورند الان هم آمدم آب برای وضوی او ببرم دختر گفت پس آن آفتابت را بده تا آب بخورم دختر آفتابه را گرفت و انگشتری را که از ملک محمد یادگاری داشت در آفتابه انداخت کنیز آفتابه را از آب پر کرد و رفت ملک محمد که کنیز را دید از او پرسید چرا اینقدر دیر آمده ای؟ کنیز گفت در بین راه یک آدمی زادی را دیدم که پای درختی نشسته بود او را نصیحت کردم که اینجا نماند که دیوها او را میخورند. تا ملک محمد این خبر را شنید فهمید که این زن خودش است. آفتابه را گرفت که دست نماز بگیرد. دید چیزی در آفتاب خشخش می کند. نگاه کرد انگشتر خود را دید و دیگر یقین کرد که زن خود اوست. بلند شد و به سراغ زن رفت. تا او را دید گفت ای زن دیدی که چطور خودت را بیچاره کردی؟ هفت کفش پولادی و هفت اسای آهنی شکستی تا به اینجا رسیدی. اما اگر الان مادرم تو را پیدا کند یک لقمه چپت می کند. و چون من از پریزاد هستم نمیگذارند با تو زندگی کنم. ملک محمد وردی خواند و دختر را به صورت سوزنی درآورد و آن را به یقه خود زد و برد. مادرش از کوه پایین آمد و به پسرش گفت سبزلی بوی آدمیزاد از تو میآید. پسر گفت تو حتما امروز آدمیزاد خورده ای بو مال خودت است. مادر گفت نخوردم. پسر گفت خورده ای یادت نیست. مادر گفت نه از تو بوی آدمیزاد می آید. پسر گفت قسم بخور به شیر مادرت و رنج پدرت که ازیتش نکنی مادر قسم خورد و ملک محمد وردی به سوزن خواند و به صورت دختر درآمد مادر گفت هان پس رفته بودی شهر آدمیزاتها ها و زن آدمیزاد گرفته بودی پسر گفت آری میبینی که مادر ملک محمد قسم خورده بود که دختر را نخورد اما روزها خیلی دختر را اذیت میکرد یک روز هفت خمره خشک و آب ندیده به کنار حیات گذاشت و به دختر گفت برو با اشک چشم خودت اینها را پر کن. دختر میرفت روی خمره اولی یکم گریه می کرد. چند قطر اشک میریخت ولی خشک می شد. سر خمره دوم یکم اشک میریخت دوباره خمره خشک می شد. تا اینکه ملک محمد آمد. چون او را در آن حال دید وردی خواند خمره ها پر از آب شدند. مقداری هم نمک در آنها ریخت تا به صورت اشک در آمدند. وقتی مادرش آمد خمره ها را پر از اشک دید. گفت کار کار تو نیست. کار کار سبز علی سبز قباس که ننش گیسش را ببرد براش. روز دیگر گفت برو و با موجه هایت حیات را آب و جارو کن. دختر هرچه صورت خود را به کف حیات می کشید فایده نداشت. تا باز هم ملک محمد پیدا شد و وردی خواند بادی آمد و حیات را جارو کرد مادر چون حیات را جارو کرده دید به دختر گفت کار کار تو نیست کار کار سبز علی سبز قباست که ننش گیسش را ببرد براش تا این که یک روز مادر ملک محمد رفت به خواهرش که دیو بود گفت ای خواهر من زن ملک محمد را پیش تو میفرستم تو او را بخور چون من قسم خوردم که او را نخورم خواهر قبول کرد مادر ملک محمد به خانه برگشت و به زن ملک محمد گفت ای دختر من این قوطی بگیر و بنشان را به تو می دهم که ببری به آن قلعه ای که پشت کوه توی یک قار است قوطی را به خواهرم بده به او بگو که این قوطی بگیر و بنشان را بگیرد و آن دایره دوقلو را بدهد میخواهیم عروسی بگیریم دختر قوطی را گرفت و برهافتاد. افتاد در نیمه راه دختر با خود گفت بهتر است در قوطی را باز کنم ببینم چه در آن است تا قوطی را باز کرد هفتا شب پره در آن بود که هر هفتا پرواز کردند دختر به دنبال شب پره ها دوید. این را میگرفت که در قوطی بنشاند آن یکی فرار می کرد. تا اینکه ملک محمد در سر راهش پیدا شد. وردی خاند و شب پره ها را گرفت و در قوطی گذاشت و در آن را بست. ملک محمد گفت ای زن مراقب باش. مادرم تو را پیش خالم می فرستد که تو را بخورد. تو برو و این قوطی را به او بده. او می رود ته قار که دندانش را تیز کند. در این فرصت تو باید دایره دو قلو را از سر رف اتاق برداری و فرار کنی. اما الان که به آنجا می روی چند چیز سر راحت است که باید آنچه که میگویم گوش کنی و انجام بدهی. اول یک حوز پر از چرک و خون در راه تو قرار دارد. به حوز که رسیدی، بگو ای حوز پر از اصل و روغن حیف که دستم خالی نیست تا از تو بخورم بعد به دری میرسی یک تای آن بسته و یک تای آن باز است تو تای بسته را باز و تای باز را میبندی بعد به سگ و اسبی میرسی جلوی سگ کاه ریختند و جلوی اسب استخوان گذاشتند کاه را جلوی اسب و استخوان را جلوی سگ بگذار باز می روی و می بینی بوته ای خار در راهت قرار گرفته باید به خار بگویی ای سوزن و سنجاق دستم خالی نیست که از تو بچینم برو و دایره دوغلی را بردار و بدو و به هیچ چیز گوش نده دختر به راه افتاد هرچه ملک محمد گفته بود در راه انجام داد تا به قار رسید خاله ملک محمد او را که دید گفت بیا ببینم تو از کجا آمده ای؟ دختر گفت از نزد خواهرت آمدم. این قوطی بگیر و بنشان را داده گفته که آن دایره دوقلی را بده. خاله گفت همینجا باش تا بروم دایره دوقلی را بیاورم. خاله تا به ته قار رفت که دندانهای خود را تیز کند فورا دختر دایری دوقلی را از سر رفت برداشت و پا به فرار گذاشت. خاله فریاد زد ای در بگیرش. در گفت تو سالها مرا بسته نگه داشته بودی. او مرا باز کرده. چرا بگیرم؟ خاله گفت ای سگ بگیرش. سگ گفت تو سالها کاه جلوی من ریخته بودی. او استخان جلوی من گذاشت. من نمیگیرمش. خاله گفت ای اسب بگیرش اسب گفت تو سالها استخوان جلوی من دیخته بودی دهنم را زخم کرده ای او کاه و جو جلوی من ریخت نمیگیرم خاله گفت ای خار بگیرش خار گفت تو به من خار میگویی او به من سوزن و سنجاق گفت من او را نمیگیرم خاله گفت ای حوز چرک و خون بگیرش حوز گفت او به من اصل و روغن گفت تو چرک و خون میگویی من نمیگیرم. خلاصه او را کسی نگرفت. دختر صحیح و سالم دایری دوغلی را آورد و به مادر ملک محمد داد. مادر ملک محمد وقتی دایری دوغلی را دید گفت کار کار تو نیست. کار کار سبز علی سبز قباست. که ناناش گیسش را ببرد براش آن شب هم عروسی ملک محمد بود که دختر خالش را به او شوهر داده بودند نر همه باد در تنوره انداخت و به آسمان رفته بودند بعد از اینکه شب شد عروس را آوردند عروس را یکی از آن نردیوهای دومدار دمدار روی دم خود سوار کرده بود و آوردش مادر ملک محمد به دختر پادشاه گفت باید امشب ده تا شم روی ده تا انگشتت بگذاری و از کنار در توی اتاق عروس نگه داری تا صبح روشن باشد. عروس را با داماد آوردند و دست دختر پادشاه را توی اتاق کردند که برایشان روشنایی باشد. اما ملک محمد نیمه شب بلند شد. یک ضربت شمشیر زد و سر عروس را برید. آمد شمهای نوک انگشتان دختر پادشاه را دور انداخت و دست دختر را گرفت. یا علی از و مدد به سوی شهر دختر به راه افتادند. در راه به دختر گفت که تمام این زحماتی که کشیدی به خاطر این بود که به حرف حسودها گوش گرفتی و پوست مرا آتش زدی. اما به هر حال همه چیز گذشته و باید فکر آینده باشیم. آمدند و آمدند. قدری آمدند، قدری نیامدند. ناگهان ملک محمد به دختر گفت ای دختر چه در آسمان میبینی؟ دختر گفت دو لکه ابر سیاه میبینم. ملک محمد گفت این لکه ها دو تا دیو هستند که یکی دایی و دیگری خاله است. ملک محمد فورا دختر را به صورت درختی درآورد و خودش را هم به صورت ماری درآورد و به دور درخت پیچید. دو تا دیو به درخت رسیدند از مار پرسیدند ای مار تو دوتا تا آدمیزاد ندیدی از اینجا رد بشوند مار گفت نه من اگر آدمیزاد ببینم او را فتار فتار میکنم دیوها به نزد مادر ملک محمد برگشتند مادر ملک محمد به آنها گفت پیدا نکردید؟ آن دو دیو گفتند نه فقط یک درخت و یک مار دیدیم مادر ملک محمد گفت آن درخت آن گیسو بریده بود آن مار هم آن جوان مرده بود این دفعه بروید و هر چه دیدید اما ندهید و بخورید ملک محمد و دختر رفتند و رفتند تا اینکه باز هم ملک محمد از دختر پرسید چه می بینی؟ دختر گفت یک ابر سیاه و یک ابر قرمز می بینم ملک محمد دختر را به صورت جوی آب و خود را به صورت یک پیر مرد کشاورز بیل به دست درآورد و مشغول آبیاری شد. دیوها به پیر مرد آبیار رسیدند پرسیدند ای پیر مرد تو دوتا آدمیزاد ندیدی؟ پیرمرد گفت من خیلی از آبادی دورم اینجا بیاری میکنم و کسی را هم ندیدم دیوها دوباره برگشتند و به مادر ملک محمد جریان را گفتند مادر ملک محمد گفت آن جوی آن گیسو بریده بود آن پیر مرد هم آن جوان مرده بود بروید و هر چه دیدید فورا بخورید رفتند و رفتند تا باز ملک محمد به دختر گفت خوب نگاه کن چه بینی؟ دختر گفت باز هم دلکه ابر خیلی سیاه دارند میآیند. ملک محمد گفت این بار خیلی خشمگین هستند. ای زن با خودت چه داری؟ دختر گفت یک عدد سوزن. ملک محمد سوزن را گرفت و به پشت سر خود انداخت. ناگهان کوهی از سوزن درست شد. نرد از کوه بالا رفتند تمام پاهاشان زخم شد اما دوباره به دنبال آنها تنوره کشیدند ملک محمد گفت ای زن با خودت چه داری؟ دختر پادشاه گفت یک تکه نمک ملک محمد تکه نمک را در راه دیوها انداخت. تکه نمک تبدیل به کوه بزرگی از نمک شد. دیوها با پای زخمالود از روی نمک ها رد شدند. زخمشان به سوز سوز و قرچ قرچ افتاد. دیگر از رفتن باز ماندند و بلبل بل کنان برگشتند. در این زم ملک محمد و دختر به شهر خودشان رسیده بودند. در قلعه را باز کردند و به خوشی خوشحالی نشستند.